با مقصد تقویت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی جهت پیشگیری بیماری سرایتی نوی کرونا ویروس به خصوص صورت بخشی امگذارانی در محله های شهر خوجند در مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر ملاقات رهبریت این مرکز با رئیسان محله های شهر و امام خطیبان مساجد جامعه برگزار گردید. عظمت خواجه واحدوف سردار مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند هدف ملاقات را شرح داده از جمله افزود که پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا ویروس نمود نو کووید 19 مسئله داغ است که امروز تمام جامعه جهانی را به تشویش آورده است. متاسفانه مرحله و تمغه های گوناگون این بیماری اخیرا به جمهوری تاجیکستان نیز راه یافته و سلامتی هموطنانمان تهدید می نماید. حکومت جمهوری تاجیکستان آید به پرزو نمودن چارهای ضد اپیدمیکی برای پنجشنبه سرایت کرونا ویروس در مملکت تدبیرهای مشخص اندیشیده این مسئله مهم را پیوسته تحت نظارت قطعی قرار داده است. از عبدخواجه واحدوف قید کرد که عین حال حکومت جمهوری تاجیکستان با نظرداشت موجود بودن خوف سرایت‌یابی به نوهای دیگر بیماری کووید 19 و پیشگیری موجهای نوی شدتناکی این بیماری نوهای گوناگون واکسین را دریافت و وارد نموده در سراسر کشور نقطه‌های امگذارانی تشکیل نموده است. هدف از امگذارانی شهروندان نوابسته به پیر یا جوان بودن آنها از مسئولیت دار کردن بدن آنها علیه بیماری‌های معین سرایتی میباشد. در حقیقت مسئولیت دار کردن یکی از عامل هایی می باشد که بدن را قوی نموده آن را برای مبارزه و مقابل بیماری قادر می سازد. رئیسان محله های شهر و امام خطیبان جامعه هوشیاری، جسوری، رعایت قاعده های بهداشتی، کمک به نفران بیمار و بردن کارهای درست فرمانده دهی را برآمده افضلیت داشتن امگذارانی را به مردم فهمانند. زیرا ما امروز پیشروی امتحان جدی قرار داریم که تنها همبستگی، همدیگر فهمی، راه ندادن به وهم، ترس و هراس و رعایت قطعی توصیه های طبیبان امکان می دهد که در مبارزه به این ویروس دست بالا گردیم. علاج واقع پیش از وقوع یعنی که یگانه راه خلاصی از این بیمار این امکانی می باشد. باید که هر یک نفری که از 18 سینشان 18 بالا رسیده است باید که امگیرند، یعنی که با گپ های یا در سامانه ها هر گونه سخن ها نوشته می شند که این برزریر آدم می باشد. نه، این گپ ها همش گپ های دروغ می باشد. چون این ملاقات در 22 محله های شهر با اشتراک سرایت شناسان صورت گرفته هدف و افضلیت برگزاری امکانی شهر داده شد. تأکید شد که بعضی انسان ها واکنش غیر فعال را با دعوت های بی اساس نموده از امگذرانی دست کشیده ایستادند که آن بر ضرر سلامتی خودی آنهاست و اطرافیانشان است. امکانی راهی با اعتماد محافظت خود و نزدیکان از جریان سرایت‌یابی شدید کووید 19 می باشد. با نظرداشت دینامیکی پنجشنبه کرونا ویروس دیر یا زود همه اینفکسه را فرا خواهند گرفت. از این رو بهتر است که بدن خود را با آن پیشکی آماده نموده خود را با محافظت ایمونی تأمین نماییم. یگان نفر از سوزنداری واکسینه بیمار نمی شود و در آن ذره های ویروسی موجود نیست که افزایش یابد. ما نباید فراموش کنیم که حتی آدمان سالم که به کووید 19 گرفتار نیستند شاید بنابر به احتیاطی از یگان بیمار سرایت می یابند و راه یگانه خلاصی این امکانی می باشد. در جریان ملاقات ها مبادله افکار صورت گرفت. سرم کسل شد، من و تبابتی همون با یاردم کدم خانو گشتم و هیچ خیلی من با شدگیش نی همون خیریت که گشتگی بودیم، اگر نگشتگی باشم و کسل شد و دیوی ممکن من بیام شدنش ممکن بود برای هم با گشتن در خوب امروز خورسان که دولین ما معتدل شد گفتاد کسلی قند گرفتن میگن که قندامو فروندگی ما ناز گشتیم. الهو ابدی تا آخر حیاتشون همی خیلی ناز گردن، خوش و خورسند باشن، خانهشون آباد باشد و همین دخترها و هم خدا عمری دراز سیاد.